در انتخاب سایت بلیچر ریپورت تیم ملی ایران در جام جهانی 2014 بالاتر از ایتالیا و انگلیس قرار گرفت. این پایگاه پس از جام جهانی و بررسی عملکرد تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها، رده‌بندی 32 تیم حاضر در این جام را اعلام کرد که تیم ملی فوتبال ایران بهترین رتبه را در بین تیم‌های آسیایی داشت و بالاتر از تیم‌های بزرگی همچون ایتالیا و انگلیس در رده 22 قرار گرفت. پیشنهاد تیم‌های انگلیسی برای پولادی و حاج صفی. روزنامه انگلیسی دیلی استار در گزارشی اختصاصی به علاقه چند باشگاه لیگ برتری به جذب پولادی اشاره کرده و نوشته است: ساوثهمپتون و سوانزی عملکرد مدافع 27 ساله ایران را در جام جهانی زیر نظر داشتند و به احتمال فراوان در تابستان سال جاری برای جذب این بازیکن اقدام خواهند کرد. این روزنامه همچنین نوشت احسان حاج صفی، دیگر بازیکن ایرانی در جام جهانی که نمایش خوبی در بازی‌های گروه ششم داشت، مورد علاقه باشگاه هال سیتی قرار گرفته است. باشگاه العربی قطر با پیشنهاد 5 میلیون پوندی خواهان به خدمت گرفتن اشکان دژاگه، بازیکن ایرانی فولام شد. ایسنا در این باره نوشت مسئولان این باشگاه برای جذب ملی پوش ایرانی تیم فولام انگلیس با این باشگاه لندنی مذاکره کرده و حتی پیشنهاد 5 میلیون پوندی خود را نیز به این تیم ارائه کردند. فولام فصل گذشته به دسته 1 انگلیس سقوط کرد. پیش از این تیم‌های ولفسبورگ و هرتا برلین خواهان به خدمت گرفتن بازیکن ایرانی فولام شده بودند. محمد رضا خلطبری پس از پرداخت مبلغ 250 هزار دلاری باشگاه عجمان امارات و گرفتن رضایت‌نامه از این تیم، با قراردادی 2 ساله رسما به تیم سپاهان اصفهان پیوست. خلطبری که فصل قبل در تیم پرسپولیس تهران حضور داشت، نتوانست با مسئولان این تیم به توافق برسد و از جمع سرخپوشان پایتخت جدا شد. مدافع تیم ملی فوتبال ایران به جمع تراکتور سازان پیوست. احمد آل نعمه، بازیکن فصل قبل نفت تهران، پس از توافق با مسئولان باشگاه تراکتورسازی تبریز، با قراردادی 1 ساله رسما به این تیم پیوست و در 14th دوره لیگ برتر ایران سرخپوشان تبریزی را همراهی خواهد کرد. گواردیولا: آلمان شایسته قهرمانی بود. پپ گواردیولا، سرمربی تیم بایر مونیخ، در پیام تبریکی به مناسبت پیروزی 1-0 آلمان برابر آرژانتین و قهرمانی این تیم در جام جهانی، کسب این افتخار را به ژرمن‌ها تبریک گفت و آن را حق مردان یواخیم لوو دانست. بازیکنان تیم ملی آرژانتین پس از کسب مقام نایب قهرمانی جام جهانی 2014 برزیل، پاداششان به مبلغ 135 هزار دلار را به 1 مرکز درمان بیماران سرطانی اهدا کردند. مدیر 1 مرکز درمان بیماران سرطانی در آرژانتین گفت این حرکت که از سوی لیونل مسی به ما پیشنهاد شد، نشان دهنده اتحاد بازیکنان آرژانتین و مردم کشور است. زیکو: برزیل مثل ایران شجاع هم نبود. ستاره سابق تیم ملی برزیل به انتقاد شدید از مسئولان فدراسیون فوتبال این کشور در جام جهانی 2014 پرداخت و گفت ما حتی از ایران و الجزایر هم در این جام کمتر بودیم. شما دیدید ایران در برابر آرژانتین چقدر شجاعانه بازی کرد و یا حتی الجزایر در برابر آلمان چه فوتبال شجاعانه ای را به نمایش گذاشت، اما ما به هیچ وجه در این جام شجاعانه بازی نکردیم. فرد: حتی پله هم در این تیم هو می‌شد. مهاجم تیم ملی برزیل که پس از بازی‌های جام جهانی 2014 از فوتبال خداحافظی کرد، در دفاع از خود فقط به 1 جمله بسنده کرد و آن هم این که پله هم در این تیم هو می‌شد. روبن پیشنهاد فانخال را نپذیرفت. آرین روبن پس از پیروزی هلند مقابل برزیل و قرار گرفتن این تیم در رده 3 جام جهانی 2014 برزیل، در حالی که با تلویزیون هلند صحبت می‌کرد، گفت فانخال بعد از بازی از من خواست که فصل بعد به منچستر بروم، اما من پیشنهاد او را رد کردم و گفتم در بایر مونیخ کاملا راحت هستم و دلیلی برای انتقال نمی‌بینم. سرمربی چلسی معتقد است که نباید لیونل مسی را بعد از شکست تیم ملی فوتبال آرژانتین برابر آلمان سرزنش کرد. مورینیو در این باره گفت آیا باید مسی را مقصر اصلی شکست آرژانتین بدانیم؟ نه اصلا، من به چنین چیزی اعتقاد ندارم. وی افزود مسی نام خود را در تاریخ ثبت کرده است. او بازیکن بزرگی است و افتخارات زیادی به دست آورده است. این بخش رو هم با هم دیدیم. سری بزنید به صفحه سود در
فیسبوک سایت ایران فردا و تلفن پیامگیر که همین الان همکارانم زیر نویس کردن و مشاهده هم میفرمایید، اونجا نظر پیشنهاد و انتقاد بگذارید، هر لحظه رصد میشه و در خدمتتون هستیم. تصاویر بسیار زیبایی از 10 گل منتخب برتر جام جهانی 2014 برزیل و همکارم مصطفی در دو بخش آماده کرده که بریم بخش اولش آماده است با هم ببینیم و بعد در خدمتتون خواهم بود. We'll be right back.